عبدالله عبدالله برای اطمینان از بودن نامش در فهرست نامهای رای دهندگان به این مرکز ثبت نامهای رای دهندگان در لیسه نادری آمده است. این رهبر حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل انتخابات را به سختی انتقاد می کند و می گوید که این نهاد نتوانسته است فهرست نامهای رای دهندگان را اصلاح نماید. خدا نخواسته مشکلات انتخابات های گذشته تکرار شود، ی خودش کشور را به یک بحران بسیار بزرگ می‌برد. از این لحاظ اما بیشترین دقت و توجه کمیسیون خواستار هستیم و از طرف دیگر حفظ استقلالیت کمیسیون تا همه مطمئن باشند. از آغاز ثبت نام‌های رای دهندگان تا کنون وی سومین رای دهنده است که به این مرکز آمده است و نامش را در فهرست جستجو می‌کند. به گفته کارمندان ثبت نام‌های رای دهندگان، نام یکی از کسانی که در این مرکز ثبت شده بود در فهرست پیدا نشد. یی که رئیس به اجرایه تشریف بردن، اونا کدام چالش دیده باشن، شما میفهمین که در مراکز ثبت نام رای دهی امروز فرض مثال یک مشکل نیست، اما فردا یک مشکل می داشته باشن، چون کار هست که بدون چالش و مشکل نیست. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که کمیسیون انتخابات تاکنون هیچ کار بنیادی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام نداده است. اینها میرن روی بحث سافت‌ویر رو بالاخره خریداری بایومتریک صحبت میکردن، ولی هنوز ما به این نمیفهمیم که کدام مرکز چند محل داره، در چند محل بالاخره چی کارهای باید صورت بگیره. کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در انتخابات گذشته فهرست نامهای رای دهندگان را آماده ساخت، اما در روز انتخابات نامهای شماری از رای دهندگان در فهرست نامها پیدا نشدند.